انسان کامل، نوشته عزیزالدین نصفی، تهیه شده در هستی اوریان. رساله سوم در بیان آفرینش ارواح و اجسام، مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام على انبیائه و اولیائه خیر خلقه و على آلهم و اصحابهم الطیبین الطاهرین. اما بعد، چون این گوید از عفو ضعفا و خادم فقرا عزیز ابن محمد نصفی که جماعت درویشان کسرهم الله از این بیچاره درخواست کردند که میباید که در آفرینش ارواح و در مراتب ارواح و در نزول و عروج ارواح بر قاعده و قانون اهل شریعت رساله‌ای جمع کنید و بیان کنید که روح انسانی کمال خود را به نهایت کمالات میتواند رسانید و مقام خود را که بعد از مفارقت غالب بازگشت وی بیان خواهد بود به نهایت مقامات میتواند رسانید، یا کمال او مقدر است و مقام او مقدر است و از آنچه تقدیر رفته است به سعی و کوشش زیادت نمیتوان کرد، و دیگر بیان کنید که تقدیر خدای خود چیست. درخواست ایشان را اجابت کردم و از خداوند تعالی مدد و یاری خواستم تا از خطا و زلال نگاه دارد. انهو علا ما یشا اون قدیر و بالاجابدهی جدیر. بدان که اعزک الله فی الدارین که آدمیان در این عالم سفلا مسافرند، از جهتان که روح آدمی را که از جوهر ملائکه سماوی است و از عالم علوی است به این عالم سفلا به طلب کمال فرستادند تا کمال خود را حاصل کند، و چون کمال خود حاصل کرد بازگشت او به جواهر ملائکه سماوی خواهد بود و به عالم علوی خواهد پیوست و کمال بی آلت حاصل نمی توانست کرد، از جهت آنکه روح آدمی به کلیات عالم بود اما به جزئیات عالم نبود. آلتی از این عالم سفلا به روح دادند تا به جزئیات عالم عالم شد و از کلیات و جزئیات استدلال کرد و به پروردگار خود را بشناخت، و آن آلت غالب است. پس آدمی مرکب آمد از روح و غالب، و روح او از عالم علوی است و غالب او از عالم سفلا است. روح او از عالم امر است و غالب او از عالم خلق است. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که بعضی از آدمیان نمی دانند که در این عالم سفلا مسافرند و به طلب کمال آمدند. چون نمی دانند به طلب کمال مشغول نیستند. شهوت بطن و شهوت فرج و دوستی فرزند ایشان را فریفته است و به خود مشغول گردانیده است و این هر سه بتان عوامند. بعضی از آدمیان
می دانند که در این عالم سفلا مسافرند و به طلب کمال آمدند، اما به طلب کمال مشغول نیستند و دوستی آرایش ظاهر که بت صغیر است و دوستی مال که بت کبیر است و دوستی جاه که بت اکبر است ایشان را فریفته است و به خود مشغول گردانیده است. این هر سه بتان خواصند و هر شش شاخصهای دنیا هستند و لذات دنیا بیش از این نیست. ای درویش، چون این سه شاخ آخرین قوت گیرد و غالب شود، آن سه شاخ اولین ضعیف شود و مغلوب گردد. پس بتان آدمی به حقیقت هفت آمدند. یکی دوستی نفس و دوستی این شش چیز دیگر از برای نفس است. و دوستی نفس بتی به غایت بزرگ است و بتان دیگر به واسطه وی پیدا می آیند و جمله را می توان شکست. اما دوستی نفس که بتی به غایت بزرگ است را نمی توان شکست. بعضی از آدمیان می دانند که در این عالم سفلا مسافرند و به طلب کمال آمدند و به طلب کمال مشغولند. بعضی کمال حاصل کردند و به تکمیل دیگران مشغولند. بعضی کمال حاصل کردند و به خود مشغولند. فمن هم ظالمون لنفسهی و من هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات. آدمیان همین سه طایفه بیش نیستند و از این سه طایفه بعضی آدمی هستند و بعضی به آدمی میمانند. ای درویش، طریقی که موصل است به کمال یک طریق است و آن طریق اول تحصیل است و تکرار و آخر مجاهدت و اذکار است. باید که اول به مدرسه روند و از مدرسه به خانقاه آیند. هر که این چنین کند شاید که به مقصد و مقصود رسد و هر که نه چنین کند هرگز به مقصد و مقصود نرسد. ای درویش، هر که به مدرسه نرود و به خانقاه رود شاید که از سیر الله با بهره و با نصیب باشد و به خدای رسد، اما از سیر فلا بی بهره و بی نصیب گردد. روابط عمومی هستی اوریان.